سازمان جهانی بهداشت شعاری رو بر اساس شرایط روز دنیا و وضعیت اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات در کشورهای عضو این سازمان اعلام میکنه. امسال شعار کامیت تو کویت رو اعلام کرده که تعهد برای ترک دخانیات هست. این رو ما با توجه به شرایط خاص کشور خودمون و موضوعاتی که در کشور با اون و برنامه هایی که داریم، شعار ملی رو تعهد من ترک قلیان انتخاب کردیم. موضوع بحث قلیان به قدری مشکلات زیادی برای سلامت جامعه به بار آورده که موضوع تعهد من برای ترک قلیان به عنوان یک شعار ملی در هفته بدون دخانیات سال 1400 انتخاب شده و این انتخاب به دلیل نگرانی ما از بحث افزایش مصرف قلیان در جامعه بوده، به خاطر ترفندهایی که صنایع دخانی در اغوا و گمراهی مصرف کنندگان دارن به کار میبرن، از جمله اضافه کردن عطر و طعم و مواد شیمیایی که باعث میشه مصرف کننده متوجه ضرر اون محصول دخانی نشه و اون ضرری که از بابت مصرف تنباکوهای معطر و مؤثر هست متوجه اون آسیبی که داره بهش میرسه نشه و عمدتا به گونه ای در واقع این تنباکوها داره تولید میشه که فرد مصرف کننده نه تنها فکر نمیکنه که داره آسیب میبینه، بلکه به تعبیری شاید فکر کنه که این براش فایده هم داره. چرا از اسامی میوه های به حال سوده و انواع سبزیجات و میوه های پرفایده استفاده شده در نامگذاری این تنباکوها. بنابراین یک استراتژی رو داره صنعت دخانیات پیش میبره که بیاد بازار مصرفی و اون اعتیاد مصرف به نیکوتین رو گسترش بده در شرایط مختلف و از طرفی هم به هر حال این افزایش شیوع مصرف بار سلامتیش برای ما بسیار مهم هست. توسعه خدمات ترک دخانیات جزو محورهای اصلی برنامه‌های ما در وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی قرار گرفته. پرسنل در مرکز خدمات جامعه سلامت آموزش دیدند. در کنارش ما بحث راه اندازی خط ملی ترک دخانیات رو هم دیدیم که این خط مشاورینی رو داریم آموزش میدیم که بعد از اینکه اینها آموزششون کامل شد بتونن از طریق تلفنی با اون تلفنی که اعلام میشه مردم تماس بگیرن و مشاوره های لازم رو برای اینکه میخوان ترک بکنن بگیرن. اون مواردی که تونستن از طریق همین مشاوره تلفنی ترک دخانیات داشته باشن که خب ثبت میشه، مواردی هم که نیاز به خدمات دارویی و درمانی داشته باشه به اونها راهنمایی میشه که به چه مراکزی مراجعه بکنن. خیلی خوبه که ما یک قانون مشخصی رو اصلا برای بحث مالیات داشته باشیم. اینکه ما هر سال برای مالیات در بودجه سالانه به هر حال پیشنهاد بدیم تا اینکه یک قانون مشخصی داشته باشیم که برنامه ریزی شده باشه و طی مثلا 5 سال آینده بگه مالیات دخانیات چه هست و چه مقداری باید باشه و این مقدار مالیات چقدر میتونه کاهش مصرف بده، چقدر میتونه رو هزینه ها در واقع تأثیر داشته باشه، چقدر میتونه به افزایش امید به زندگی، بهره وری و مسائل دیگه کمک بکنه. اینا به صورت یک بسته کارشناسی و تخصصی انشالله به مجلس محترم پیشنهاد بشه که بتونیم ساختار مالیاتی رو هم انشالله بهبود ببخشیم و این تنها آیتم در واقع چالشی برنامه ما از لحاظ اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات که ما سالیان سال هست رنگ قرمز گرفتیم در جدول رنگ بندی سازمان جهانی بهداشت رو انشالله بتونیم سبزش کنیم. ما در اجرای در واقع قانون ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 250 ریال، تولید داخل با نشان بین المللی مبلغ 500 ریال یعنی 50 تومان به ازای هر نخ و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 1500 ریال یعنی 150 تومان برای هر نخ سیگار وارداتی مالیات وضع شد. برای هر بسته 50 گرمی تنباکوی قلیان داخلی 33000 ریال یعنی
3300 تومان و هر بسته 50 گرمی تنباکوی وارداتی 100 هزار ریال به عنوان حقوق ورودی قرار شد که در نظر گرفته بشه در قانون بودجه سال 1400. از لحاظ مالیات نه متاسفانه ما درآمدی رو از محل مالیات دخانی در سال 1399 تا آخرین اطلاعاتی که البته من دارم و استعلامی که کردم نتونستیم بگیریم از محل مالیات دخانیات. بنابراین اگر در مجموع بخوایم بگیم چه باری رو مصرف دخانیات در جامعه داره ایجاد میکنه، چیزی هولوش 130 هزار تا 140 هزار میلیارد تومان در ساله. ولی از این ور شما میبینید مالیاتی که برای دخانیات وضع میشه چیزی هولوش بین الان که خیلی تلاش شده مالیات یه تغییری پیدا بکنه در سال 1400 چیزی شاید هولوش 5 تا 6 هزار میلیارد تومان در سال باشه. ما چطور میتونیم بیایم نسبت به این مسئله که خب مصرف سیگار، مصرف تنباکو اگر گران بشود تغییری ایجاد نمیشود. معمولا ادعایی که توی این مسئله وجود داره بحث قاچاقه که خب این یک ادعاییه که از سمت صنایع دخانی معمولا مطرح میشه و صنایع دخانی از این مسئله بسیار استفاده زیادی میبرن. یعنی اونجایی که قانون میخواد بحث برای افزایش مالیات، اون چیزی که در واقع میرن و برای دفاع از عدم افزایش قیمت محصول دخانی میگن این بحث تأثیرش روی قاچاق. قاچاق یک فرایند کاملا مشخصی. الان در مطالعات سازمان جهانی بهداشت روی تعداد زیادی از کشورهایی که همسطح درآمدی کشور ایران هستن هم مطالعه انجام شده و نشون داده که قاچاق هیچ ربطی با افزایش مالیات نداره. قاچاق مسیرهای خودش رو داره، قاچاق عوامل خودش رو داره و یک شاخصی رو هم حالا بانک جهانی اومده اعلام کرده در مورد قاچاق حالا محصولات دخانی و اون هم شاخص فساد هستش. بحث کوراپشن مطرحه. هر چقدر کشورها بگن ما شاخص فساد در واقع، هر چقدر کشورها بگن که ما قاچاق بیشتری داریم، از طرفی به طور غیر مستقیم دارن اعلام میکنن که بحث فساد هم در کشور وجود داره. ما در دوره‌ای که تر تشدید برخورد با عرضه قلیان داشتیم متوجه شدیم خیلی از این مراکز حتی موادی رو اضافه میکنن به تنباکو. مقادیر بسیار زیادی حشیش از این مرکز عرضه ما جمع‌آوری کردیم. پلیس قضایی وارد شد، دادسرای نایه 19 جرایم پزشکی وارد شد. تخلفاتی ما دیدیم در این مراکز عرضه قلیان، یعنی انواع عطر و طعمایی که حالا صنعت میزنه به تنباکو، یه طرف توی پستوی این قهوه‌خانه ها که میری میبینی که خودشون یه دنیا اصلا یه لابراتوری دارن، یه دونه آزمایشگاه دارن که همینجور مواد شیمیایی رو با هم دیگه قاطی میکنن، انواع عطر و طعما رو خودشون دستی اضافه میکنن، اسم‌گذاری کردن و اینا رو اضافه میکنن به تنباکو، میرن به جوون ما مصرف میکنه. حالا دیگه توش چه مواد مخدری بزنن، چه مواد روان افزایی بزنن، این هم دیگه بستگی به اون در واقع انصاف اینها داره. خب این پاکت های استرالیا، پاکت های سیگار که در برنامه بسته‌بندی ساده محصولات دخانی استرالیا کشور پیشتازی بود که این سیاست رو اجرا کرد و در این سیاست با در واقع قانونی که وضع کرد اندازه بسته، رنگ پس زمینه، خود تصویر، توضیحاتی که در تصویر هست، هر قسمت از پاکت یک توضیحی در مورد خود بحث مصرف دخانیات و همینطور اطلاعات پیرامونی داره. خود برند رو، یعنی در واقع اون نشان تجاری رو به زیر این پاکت اجازه میدادن که این در واقع پاکت درج بشه و با این کارشون باعث شدن که این الان یک بحث واقعی این ماکتش بود که اون تبلیغات مربوط به دخانیات رو روی بسته سیگار به حد اقل برسونن. انواع بیماری ها و عوارض مصرف دخانیات هستش که به نمایش گذاشته میشه در تصویر بسته بندی ساده. مثلا این موردی بود که این فردی که روی تصویر میبینید این عکس 10 هفته قبل از بیماریش بوده
که بعد به دلیل سرطان ریه به این وضع میفته و از دنیا میره. اون تا خب به خاطر تأثیری که مصرف دخانیات روی این فرد داشته و این برای اینکه وظیفه خودش دونست که اطلاع رسانی به مردم بکنه که در مورد مصرف دخانیات آگاه بشن و بدونن که مصرف دخانیات چه بلایی سر آدم میاره، خواهش کرد که تصویرش رو روی بسته پاکت سیگار بزنن. این شخص با زدن این تصویر خودش قبل از شروع بیماری و 10 هفته بعد که به این مرحله شدید بیماری رسید و از دنیا رفت، باعث شد که یه تعداد زیادی از مردم سیگار رو ترک بکنن، دخانیات رو کنار بذارن. این سیاستیه که خیلی از کشورهای جهان، کشورهای پیشرفته در حوزه کنترل دخانیات دارن اجرا میکنند و تونستن مصرف دخانیات رو کاهش بدن. اما بسته‌بندی های کنونی سیگار در کشور و محصولات دخانی به گونه ایه که نه تنها اطلاعات لازم رو نمیرسونه به مصرف کننده، بلکه از طرفی یک بستری برای تبلیغ محصولات خودشون. انواع برند ها رو دارن توش تبلیغ میدن و انواع در واقع تعابیری رو استفاده میکنن، مثل تعابیری مثل سبک، لایت، ملایم و این گونه تعابیر، هرچند در قانون ممنوع هست ولی هنوز که هنوز داره اجرا میشه. ما از در جلسه 10 ستاد کشوری کنترل دخانیات درخواست شد از وزارت صنعت که سیاست بسته‌بندی و استانداردسازی محصولات دخانی رو اجرا بکنه و به هر حال این مصوبه با تایید رئیس جمهور ابلاغ شده در سال 1398، اما متاسفانه هنوز اجرایی نشده. امیدواریم که به هر حال این هم جزء سیاست‌های حوزه تولید دخانیات کشور قرار بگیره و هرچند به هر حال اون گروهی که در حوزه تولید محصولات دخانی دارن فعالیت میکنن مخالف اجرای چنین سیاست‌هایی هستن، چون تأثیرش توی کاهش مصرف بسیار بسزاست، اما با همون ادعاهای همیشگی که میگن افزایش در واقع این گونه سیاست‌ها باعث افزایش قاچاق میشه، جلوی اجرای چنین سیاست‌های موثری رو می‌گیرن.